مانی پیامبر ایرانی در سده سوم میلادی آیین تازه‌ای پدید آورد. او بر این باور بود که دنیا محل نبرد دو نیروی روشنایی و تاریکی است که در نهایت به نابودی ماده و رهایی روح منجر می شود. شاپور یکم امپراتور ایران به مانی اجازه داد آیین خودش را در امپراتوری تبلیغ بکنه، ولی بعدها با فشار روحانیون زرتشتی بهرام یکم مانی رو زندانی کرد. در نوشته‌های گوناگون اومده پیکر مانی بعد از مرگ از دروازه گندی شاپور آویزان شد و پیروان او سرکوب شدند. به تازگی در پایتخت جمهوری ایرلند نمایشگاه ویژه مانی سازماندهی شده که در اون اسناد منحصر به فردی در دید مردم قرار گرفته. پژمان اکبرزاده گزارشی داره از این نمایشگاه. دقیقاً 90 سال پیش این نسخه های شکننده پاپیروس در شمال مصر کشف شدند. دستنوشته هایی بر جای مانده از حدود سال 400 میلادی که انقلابی در شناخت اندیشه های مانی پیامبر ایرانی پدید آورد و در نهایت از موزه چستر بیتی در دوبلین سر در آورد. یکی از مهمترین بایگانی های نسخه های خطی در دنیا که تلاش طاقت فرسایی برای حفظ و مرمت دستنوشته های مانی انجام داده. مانی در دین خود ایده هایی از آیین زرتشتی، مسیحی و بودایی را در زمینه وجود منجی، دو نیروی نیک و بد و تناسخ پیوند داده بود. تبلیغ این دین گرچه به شکل جدی در امپراتوری ایران در دوره ساسانی آغاز شد، اما در مدتی کوتاه پیروان بسیاری از آسیای میانه تا اروپا پیدا کرد. می توانیم به آیین مانوی به عنوان نخستین دین جهانی بیاندیشیم. فکر می کنم یکی از دلایل این بود که مانی در میان رودان رشد کرد، منطقه‌ای که گرچه در آن زمان بخشی از امپراتوری ایران بود، ولی محل برخورد فرهنگ‌های ایرانی، یونانی، رومی و آرامی به شمار می‌رفت. او زرتشت، بودا و مسیح را به عنوان پیشینیان خود اعلام کرد. بسیاری از پیروانش دو زبانه بودند و پیش از آن که به آیین او ایمان بیاورند، زرتشتی، مسیحی یا بودایی بودند. در نتیجه مانی توانست به سرعت ایده های خود را با باورهایی که مردم پیشتر به آنها معتقد بودند هماهنگ کند. موزه چستر بیتی در 90مین سالگرد کشف دستنوشته های مانی یک نمایشگاه 6 ماهه برای شناساندن دوباره این آثار برگزار کرده. در کنار نمایشگاه هفته گذشته یک همایش نیز برای بررسی نتایج پژوهشی دستنوشته ها در دوبلین برگزار شد، همایشی که با یاری انجمن جهانی مانی شناسی در آلمان سازماندهی شده بود. گرچه مانی به عنوان یک پیامبر ایرانی شناخته می شود، اما هیچ یک از سخنرانان و شرکت کنندگان در این همایش ایرانی نبودند. آیین مانی در سده 15 میلادی محو شد و امروز پیروانی به شکل شناخته شده در دنیا ندارد. مانویان هر جا رفتند به عنوان بدعت‌گذاران در دین با آزار مواجه شدند. کتاب‌هایشان سوزانده می‌شد و در واقع تا حدود 100 سال پیش ما به نوشته‌های اصلی مانویان دسترسی نداشتیم. در سده گذشته کشف‌های تاریخی این فضا را دگرگون کرد. دست‌نوشته‌های قبطی در مصر پیدا شدند. دست‌نوشته‌های پهلوی و سغدی در تورفان و دست‌نوشته‌های چینی در دونهوانگ. هر دو در آسیای میانه. با همکارانم ایان گاردنر و جیسون بدون در حال کار روی یکی از مهمترین دستنوشته‌های قبطی هستیم که اطلاعات بسیار ارزشمندی درباره تأثیر مانی از سرچشمه‌های ایرانی به دست می‌دهد. برای نمونه او از قانون زرتشت سخن می‌گوید که به نظر می‌رسد با اوستا در پیوند باشد. موزه چستر بیتی برای نمایشگاه مانی بجز نمایش نسخه‌های منحصر به فرد خودش، اشیایی که در مراکز فرهنگی دیگه در اروپا در رابطه با مانی وجود داشته را هم به امانت گرفته. یکی از این آثار یک مهر کریستال از بایگانی کتابخانه ملی فرانسه است که تصویر مانی رو با نوشته‌هایی به خط آرامی پیرامون اون نشون میده و در اون نوشته شده مانی پیام‌آور عیسی مسیح. پژمان اکبرزاده، دوبلین، جمهوری ایرلند.
آه.